نمیفهمم اینا دیگه کیا؟ این سر صدا آقا چیه رو انداختی مرد؟ ببینم رفیق، اینا با تو ها؟ آره، اون یکی پدرمه، اون یکی هم خواهرمه. آه، پس بابا تو آبجی خانومت. خب، آقا چی فرمودن؟ من بچه مریض دارم، تو با آوازت شبا مزاحم اون میشی. مزاحم چرا قربون سیبیل چخماقید؟ صدام که بد نیست. چه از خود راضی هم هست. سلام علیکم خانم خانوما. میگم آه، شما که اینطور لخت و پتی هواگیری میکنین سرما نمیخورین. با مزه گفت نه جون من بانم این دبو. تو دیوونه ای، تو مرز مردم آزاری داری. پدر ولش کنین، چه کارش دارین؟ اون دوست منه. کوچیکتم رفی بابا، ایو هنوز ما فقط یه غزل کارشو کردیم، چه علم شنگه ای را افتاده؟ با هنرشناسی تو کجا رفته ها؟ با مزه گفتم نه جون من بانم این دبو. محمود برو تلفن کن پاسبان بیاد تا بهش بگم. پاسبان؟ بله رفیق، مثل اینکه کار داره بیخ پیدا میکنه. ما رفتیم قربون تو. فرداشا بیدید نره، منتظره. چشم میام، اما تو اینقدر تلخی که با یه محصل نمیشه خواهد. برو پکنه برماز، تموم نشده. اما تو آبجی، من چیزی بهت نمیگم، اما ایشالله اینقدر بیشواری بکشی که دندونا و موات رنگ دیوار سفید بشن. با مزه گفتم نه جونه با نمک دبور. تو این روزگار عجب آدم های پیدا میشن، اونم اینقدر لات و بیتربیت. یا افت شب آواز ما شب نداران. من نفهمم اگه آواز خوندن جرمه، پس چرا جلوی این ایرج خوننده رو نمیگیرن؟ من یقه ماره میچسبن.